بازم خوش آمدین دوستای عزیز، اینجا سلام افغانستان است و شما بینندهش از تلویزیون میوان هستین. رسیدیم به بخش خیلی جالبه که میفهم همگیتون منتظر از این بخش سلام افغانستان میباشید، بخشی که یکی از ورزشکاران خیلی موفق دیگر ما را امروز دعوت کردیم که رازیا جان قرار است همراهشان گیمای خیلی جالب بازی بکنن. شما هم بیننده این بخش از تلویزیون میوان یعنی سلام افغانستان باشید. بفخار بانو سنیا کف میزنیم تا تشکر کنم. باش که گفتم لباس هایشون مال میشه و خیلی خوش آمدید بانو سونیا با سلام افغانستان. صبحتان بخیر. سلام با شما و با تمام بیننده های تلویزیون میوند. یک صبح خوبی را آغاز کرده باشین با امید که بخیر آمدین. تشکر، بخیر باشین. این لباس ها مخصوص بخش بایسکلرانی هست یا کدام مربوط کدام رشته دیگه میشه؟ نه خیر، هر بخش جداگانه از خود لباس دارم و جمپر برزو یک چیزی است که نماینده زیرا میکنه که تو یک ورزشکار هستی. بله صاحب، و واقعا خیلی شیک معلوم میشه، خیلی عالی هست. شما ایتان مقبول سلامت باشه. فکر بکنم خیلی خوش سلیقه هم هستین در لباس هایتان. نه فکر نکنم. جدا از این چقدر توجه دارین به ظاهرتان، به لباس هایتان، به چقدر کار میکنین زمانی که مثلا به خیاط میبرین یا میخرین، چقدر مشکل پسند هستین؟ حالا مشکل پسندی خود دخترها در کل اگیشی مشکل طبیعی است. اولا کدام رنگ ها رو میپوشین؟ معمولا سبز سرخ. با لباس های ورزشی راحت هستین یا لباس های شخصی؟ فرق میکنه، مثلا ما 50% ورزشی میپوشم چون برنامه ورزشی زیادتر است، با زیادتر ما ورزشی میپوشم. من قدوس دارم حیف که سو برای یک دانه میارم جا تشکر. روز یک قبلش ما یک مهمان دیگه هم داشتیم، اونا طراح لباس بودن، اونا هم وعده دادن که به ما یک لباس میاره و شما هم وعده دادن. تشکر بسیار زیاد. خب بانو سونیا، ما یک برنامه کاملا متفاوت داریم بخاطر از اینکه آغاز صبح هست. ما خواستیم در آغاز صبح یک تفریح داشته باشیم و شما هم نیاز داریم به تفریح، ما هم نیاز داریم و بیننده هم نیاز داره. بحث ها و صحبت ها در رسانه معمولا زیاد شده. ما خواستیم که متفاوت تر با یک گیم با شما در برنامه باشیم و با ما شما گیم بازی میکنیم، ببینیم که گیم ها را موفقانه انجام دادن میتونین یا خیر. تاکنون گیم بازی کردین در زندگیتون؟ نه خیر. در موبایلتون هم بازی نکردین؟ خواه، اون گیم خوب بازی کردیم. آسان است؟ بخش بالنگ هم موضوعیت دارم. خواه، بالنگ هم خوب است، من دوست دارم و این گیم هم متفاوتر است. خوب خیلی باشه، اگر نتانستم یک تجربه میشه برتون. و بعدا روی مسابقات و دستاورت هایتون صحبت می داشته باشن. اول این ای گیم برتون پیشنهاد میکنم. فکر میکنم که کمک سخت است ولی بان هم ناممکن نیست. من پیشتر یک کوشش کردم ولی نتانستم. امیدوارستم که شما بتانید. گاه در محافل خوشی مثل جشن تولد یا بقانه پف کردیم؟ من کم از این محافل ها دور هستم واقعا. خب خب، تا کنون بقانه پف نکردیم؟ نه. یه اولین باش میتونین این کار رو به نظرتان؟ میتونه، مشکل نیست. خب این را پف میکنین و با هوای از او میتونین که مثلا گلاس ها را از چند دقیقه چقدر وقت یک دقیقه فرصت دارین و در ظرف یک دقیقه باید تمام گلاس ها را او طرف اندازین. اوکی. خب وقتم شروع میشه. یک دو سه. آی بخاره نه ثانیه فرصت دارم. خب 30 ثانیه وقت دارین. واو، فکر میکنم که امچاش باید مهمان ما باشن بخاطر از اینکه هر کسی که موفقانه گیم بازی کرد باید مهمان ما باشن. هنوز وقت است، مرحله اول. خوب است اگر او را دانستن موفقانه انجام بتن و انجام دادن و ایرم من مطمئن هستم که میتونین که موفقانه انجام بتن. خب نمیز دیگه
این گیم قسمی است که توپک‌ها را از اینجا می‌گیرین و با ضربه داخل اما تو خب یکی را انداختم دیگرش نتونستم. خب میشه که فهمیدین که چگونه باید بازی بکنین. پس شما شروع بکنین، در ظرف یک دقیقه باید تمام گیم سار، البته یک دانه داخل از او، یک دانه داخل از این، وقتان شروع میشه. 1 2 3 وقت به پایان رسید و فقط شما دانستین که دوتا توپک داخل گیلاس پرتین. چرا سخت به نظرتان؟ حالا تجربه اول ولی با آنها یک چیز را شما یاد گرفتم که هیچ چیز ناممکن نیست و خواستین که اگه امتحان بکنین و معمولا دوستایی که میاین در این بخش میگن که نمیتونم، بسیار سخت است و شما حتی نگفتین. من خیلی مثبت گرا باشم میشه، چون ورزش بسکلرانی یک ورزشی بود برای بانوان خیلی دیگه. مردم فکر نمیکنن که با دخترها مساعد باشه و دخترها بتونن که یک تیم باشن، یک فدراسیون بسازن. خب میشه حالا در مورد مسابقات بگوین و در فدراسیون چه حرفا هست و همچنان چقدر کار شده روی رشته بایسکلرانی مخصوصا در بخش بانوان؟ ما قبلا که شما ما را معرفی کردین و باز ما مسئول بانوان بلخ هستم، از ولایت بلخ تشریف آوردیم و یک از ورزشکاران بسکلرانی تیم ملی افغانستان هستم که عضو تیم ملی مدت 3 سال میشه که بعد دست آوردیم. خب این حرفی بجاست که مردم نمیپذیرن دختر خانم ها بسکل سواری کنن، چی جاده باشه چی کوهستان باشه. باز هم ما مبارزات خود ادامه میتیم تا اینکه با دل مردم جانشین باشیم و مردمی قوانین پذیر باشه. خب حالا من دخترهای را میبینم که جدا از اینکه مثلا عضو فدراسیون باشه یا به صورت رسمی در رشته کار بکنن، در خانه هایشان و در مسیر مکتب اینا بایسکل میبرن، اونا میتونن که مثلا عضو فدراسیون باشه و همانطور که شما میدرخشن اونا هم کار بکنن و فعالیت بکنن؟ بله، وقتی مکتب میخوانیم ما صنف اول شامل مکتب میشیم و اونا میتونن که مثلا هدفی هست که تفاوت داره. بعض چیزهایی که مثلا در نظر گرفته میشه در قسمت از اینکه مثلا بایسکل یاد داشته باشه، یعنی شما با یک نحو دیگه بایسکل رانی میکنیم و اونا با یک نحو دیگه. خب وقتی که یک شخص میاد که ما بایسکل سواری میکنه، او از ما حتما باز تمرین داده میشه از طرف فدراسیون که 6 ماه میشه یا 2 ماه میشه و تعلق به خود وابستگی به او شخص داره که چقدر زود یاد میگیره و چقدر زود آماده مسابقات میشه. و ما این فرصت برش مایا میسازیم که باید برای زود تمرین داده شه تا اینکه آماده مسابقات باشه. وقتی که آماده مسابقات شد تمام. بله خیلی خوب. و مسابقات که تاکنون داشتین بسیار کوتاه بگوین و بعدا روی با مسابقاتی که ما داشتیم از مرحله دم مقام اول تا هفتم داشتیم. بسیار خوب. و در بلخ اونجا هستین یا در کابل هستین؟ نه خیر، ما مسابقات داشتیم مثلا در کابل بوده، در مزار بوده، اما داخل کشور بوده. متاسفانه بیرون از کشور تا هنوز ما مسابقات نداشتیم. خیلی خوب. میشه حالا در مورد رشته بولینگ بگوین، در این قسمت چه نقش داشتین تا کنون، چه کار کردین؟ خب بولینگ یک بازی است که خیلی به انسان یک انگیزی خوب میده، جذاب است. وقتی که ما باری اولین بار چی شدم دعوت شدم که ما باید
برنامه بالینگ اشتراک کنم. یک تورنمنت بوده بلخ که از طرف افغانستان بگویم از طرف فدراسیون افغانستان برگزار شده بوده ولایت بلخ. اونجا ما که رفتم فقط بلنده رفته بودم، باعث ازی نرفتم که من باید بازی کنم. عدیس که قدر شوق ما مرد خوشی ممت من رفتم لباس کردم که من در مسابقات اشتراک کنم. اما در مسابقات اشتراک کردم من کدام مقام خوبی نداشتم. اما بعد از اون ما تمرینات خود ادامه دادم، مثل که من با اسکیل سواری کردم تانستم مقامات خوبی داشته باشم در سطح کشور. باز هم در بخش بالینگ ما ادامه دادم تا یکی در مسابقات ملی برابر شدم. وقتی در مسابقات ملی برابر شدم بین 18 دختر هفتم شدم. بله، تا کنون با دوستانتان وقتی که بالینگ رفتین بازی کردین بلندترین امتیازتان چند بود؟ بلندترین امتیاز 242 که هیچ کس و پایین ترینش که من دوری اول که در مسابقات اشتراک کردم 56 بود. 56 از ما چلو چند بود مچ. سخت است و در این حال خیلی جذاب است. ما توپکایی که هست که دست خود میگیریم اون رو نمیفهمیم که اندازه ما کدام. بله، خب میشه که در مورد مسابقات آینده تان بسیار کوتاه بگوین؟ مسابقات آینده ما فعلا روی دست داریم که یک مسابقات بانوان بین بانوان برگزار کنیم، البته در ولایت بامیان، چون انتخابات ملی میشه بین بانوان که 5 بانو از اونها انتخاب میشن. تمام. بسیار خوب، تشکر از اینکه تشریف آوردین امروز به سلام افغانستان و شما میتونیم بگویم که از افتخارات افغانستان هستین که در چنین وضعیت و در چنین شرایط کار میکنین و او هم در رشته بازیکنرانی. اگر پیام داشته باشین. و تشکری میکنم از شما و از تلویزیون شما که مرا امروز یعنی پسندیدین و در برنامه خود دعوت کردین. بازم پیام به بانوانی است که دست به دست هم بدهیم، ما میتونیم که موفق باشیم در سطح کشور، بانوان هم میتونن که بازوهای خوبی باشه برای ملت. تشکر بسیار زیاد، ممنونتون. روز تشکر. بخیر باشید. چطور بود بازی سونیا جان؟ بسیار عالی بود. بخش پرتاب گلاس از روی میز خوب بود و در بخش ضربه روی میز توپ ها و انداختن روی گلاس یک اندازه دقیق نبودن و خیلی آسان هست دیگه و به این شکل که شما هم میکنین اصلا امکان پذیر نیست، شوخی نکنید. و تا چند لحظه دیگر در بخش گپ مهمان ما تشریف میارن، با ایشان گپ و گفت خود داشتیم، از علاقه و سلیقه‌شان آگاهی پیدا خواهد کردیم. ما همراهی کنین و تا پایان برنامه با ما باشین.